فصل دوم. می خواهم بدانید که چقدر برای شما و ایمانداران لاودکیه و برای همه آنانی که تا به حال روی مرا ندیدن زحمت کشیدم تا آنان دلگرم شوند و در محبت متحد گردند و از برکات سرشار اطمینان کامل که از راه درک حقیقت به دست می آید بهره‌مند شوند و از این راه به حقیقت پنهان خدا که خود مسیح هست پی خواهند برد. تمام گنجینه‌های حکمت و معرفت الهی در مسیح نهفته است. این را میگویم مبادا کسی شما را با دلایل مجذوب کننده گمراه سازد، زیرا اگرچه جسمن غایب هستم در روح حضور دارم و از دیدن نظم و ترتیبی که در میان شما وجود دارد و ثبات ایمانتان به مسیح خوشحالم. پس همانطوری که روزی مسیح عیسی را به عنوان خداوند خود پذیرفتید، اکنون همیشه در اتحاد با او زندگی کنید. در او ریشه بگیرید و رشد کنید. همان گونه که تعلیم یافتید در ایمان استوار باشید و در ستایش خدا برای دیگران نمونه باشید. مواظب باشید مبادا کسی با دلایل پوچ و فلسفی که متکی به سنت‌های انسانی و عقاید بچگانه این جهان است شما را اسیر خود سازد. این تعالیم از مسیح نیست، زیرا الوهیت به طور کامل در مسیح مجسم شد و شما نیز به وسیله اتحاد با او که مافوق همه قدرت‌ها و ریاست‌هاست کامل شده اید. شما نیز در اتحاد با او ختنه شده اید، ختنه‌ای که به دست انسان صورت نگرفته است، بلکه به وسیله ختنه مسیح که قطع طبیعت نفسانی است به عمل می آید. وقتی شما تعمید گرفتید با مسیح مدفون شدید و نیز در تعمید خود به وسیله ایمان با قدرت خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید با او قیام کردید. خدا شما را که به علت خطایای خود مرده و در جسم خود نامخدوم بودید با مسیح زنده کرد و همه گناهان ما را بخشیده است. او سند محکومیت ما را همراه با تمام مقرراتی که علیه ما بود لغو کرد و آن را به صلیب خود میخکوب نموده از بین برد. مسیح بر روی آن صلیب تمام قدرت‌های آسمانی و فرمانروایان را خلع سلاح کرد و بر آنها پیروز شد و آنها را پیش همه رسوا ساخت. بنابراین در مورد خوراک یا آشامیدنی یا رعایت عید یا ماه نو یا روز سبت به هیچ وجه تحت تأثیر انتقاد دیگران قرار نگیرید. این چیزها فقط سایه آن واقعیتی است که قرار است بیاید و آن واقعیت خود مسیح است. نگذارید که کسی با تظاهر به فروتنی و پرستش فرشتگان شما را از ربودن تاج پیروزی باز بدارد، زیرا چنین شخصی با اتکا به رویاهایی که دیده است و به خاطر افکار دنیوی خود بی جهت مغرور می شود. این قبیل اشخاص رابطه خود را با سر، یعنی با مسیح، قطع کردند. تحت فرمان مسیح تمام بدن نیرو می گیرد و به توسط مواصل و رشته ها به هم متصل می شود و همانطور که خدا می خواهد نمو می کند. وقتی شما با مسیح مردید، با عقاید بچگانه این جهان قطع رابطه کرده اید، پس چرا طوری زندگی می کنید که گویا هنوز به دنیا دلبستگی دارید؟ چرا مطیع مقرراتی از قبیل این را لمس نکن، به آن لب نزن و به این دست نزن می شوید؟ اینها همه در اثر مصرف از بین می روند و این دستورات فقط قوانین و تعلیمات انسان است. البته این اعمال در عبادت‌هایی که آنها بر خود تحمیل کردند و فروتنی و ریاضت کشی ظاهراً معقول به نظر می‌رسد، ولی در واقع نمی‌توانند مانع ارضای شهوات نفسانی شوند.